امروز دیگه فرقی بین ایرانی افغانی نیست و آمریکایی خواهند دید که این مردمی که امروز در این سطح از شعور سیاسی و دریافت خیلی قشنگ گفت، این چیزی که ما افغان و ایران نداریم. سلام برای بکسه رینو ریاکشن. سلام بچه های توی خونه، امیر ریسن هستم. رینو هستم. اومدیم ما هم دیگه بریم سراغ یک ویدیو جذاب از معادن و چجور بگیم معادن اورانیوم، الماس، سنگ‌های خفن، یه چیزای خفن دیگه. دیگه بچه خودتون میدونید دیگه، افغانستان یه جوری اصلا نمیدونم چی، گنجینه. آره دیگه گنجینه یه برای خودش. آره خیلی معادن طلا ملا اون چیزا داره. میخوام بریم از زبون سفیر پیشین ایران در افغانستان معادن خفنی که تو افغانستان هست و بشتن ببینیم چه جایی داره. آره. چه خفنی داره و به نظر من خیلی این منطقه رو باید روش مانور داد. باید اصلا منطقه ایران و افغانستان و آره این دیگه باید حتما یه جوری محافظت کنم. امیدوارم نذارن غارت کنن. چون آمریکا و امثال کشورهایی که داشتن اومده بودن افغانستان غارت کنه، میدونستن افغانستان کجا بیان، میدونستن افغانستان چیا داره، بیا کجا. اینا همش به کنار، این گنجینا به کنار، اون لیتیومه. لیتیوم خودش کل جهان الان نیاز داره. سه تا دونه کشور داره که یکیش تو افغانستان. بله خیلی خفنه. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها اگه دوست داشتید این نو ویدیو رو بسازیم، حتما داخل کامنت بگید بریم سراغ ویدیو. Let's go. افغان‌ها ثروتشون از کلیت عربستان بیشتره. ببین یه لیتیومشون من دیگر نه. ببین عربستانی با اون دک و پوز و فقط میخواد به زور بگه من پیشرفت کردم، من هستمی بگه. دیدید دیگه به زور یه دونه نفت داره، اونم چون دارن میچاپنش مثل گاوه شیر دستی دارن میخورن. آره دارن میخورن ازش. داره میگه عربستان با این همه داستان و تویتا مویتایی که دیدید چجور سفارش میدن، کل لامبورگینی و هر ماشینی لامبا همه چی اونجا هست. داره میگه اونا الاز ارزش کشوری، الاز معادن و اینا از افغانستان خیلی ضعیف. بوز افغانستان نمیشه. دقیقاً. معادل ذخایر نفت عربستانه. بعد تازه اونا تو بیابون و رمل و کویرن، اینا هر جاشه که دست میزنی ثروته. سنگ بله، سنگ آهن، سنگ ارزم بزرگ، لیتیوم، باریوم، تمام فلزات، الماس، طلا. من معادن رو دیدم که شما طلا رو با دست برمی‌داشتید. وای حاجی بچه‌ها میدونید خدایش اینا بچه کسی که رفتن ارزه طلا برداشتن بگن ولی نمیذارن ها. فکر نمی کنم چون دو آدم میکنن اینا. الان طالبان هم دست طالبان هم افتاده. نمیذاره. آره نمیذاره. حیف این مملکت نبود داده بودن دست این ارازل و باشای اروپایی. چه فرمی بود قبلی هم غارت میکرد داده بود دست آمریکا. بلند در نه این خرج کنه به مردمشون. آرامش بگیره. خرج کنه به مردم خودشون. خرج کنه به مردم خودش. داره خرج میکنه دیگه به اندازه میزانش. من نمیدونم جمعیت افغانستان رو بذارید من 30 میلیون. سی میلیون فیکس. سی تا 35 میلیون با وسعتی که افغانستان داره به نظر من بیشترینش هم تاجیکا و اگه از معادن استفاده کنن میتونن جمع کنن کارو. میگم مثلا جمعیت ایران 85 میلیون حالا تازه مال سال 93-94 بود. آره. 85 میلیون که ما با روزی با تحریم مثلا روزی به زور 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم نمیرسه به همه مردم ایران. نمیرسه. ولی خب 30 میلیونی فکر کنم با این همه معادن و داره میگه هر چه دست میزنه میگه طلا رو برو از اونجا اینجوری بردار. آره آجه زمردی داره که از زمرد کولومبیا به مراتب گرونتر و بهتره. یاقوتی داره که از یاقوت برمه گرونتره. یاقوت حاجی اینه خیلی گرونن. یاقوت زمرد رو برمه او کجا این اون منطقه این انگلیس هرم لقمه اون موقع میدونست دست رو کجا بذاره. کلا گیر داده بود به افغانستان از اون اول. خب دیگه خب اینا دارن میشونن. ایران هم دنبال نفتش بودن. بی شرف. خب دیگه میگه آقا این دوتا من این دوتا کشور این دوتا کشور پر معادنن. این ثبات منطقه آسیایی هم ایران هم یاله معادن داره. ولی خب به انداز معادن اینجوری سنگ و طلا و ایناش به اندازه ایران نه ایران که ایران مثلا داره معادن طلا داره خب ولی معادن بیشترین بزرگترین معادن چیزام دارن دیگه. این فیروزه رو دارن تو ایران. آره فیروزه بازم اونم سمت مشهده. آره دیگه همش سمت اون بره سمت افغانستان میره. بریم ها میگم چی میگم تمام سنگای جواهری که تو دنیا شما بخواید فکرشو بکنید در افغانستان هست. مرمری که او داره هیچ کجا نداره. یشمی که داره هیچ کی نداره. آمریکایی برای همین اومدن. آها دیدی معادن اصلا ما نگفته بودیم، ما خودش گفت. یعنی گفتیم ما قبلش گفتیم قبلش اصلا من گفتم میگم آقا این آمریکا
ببین میدونه اینجا بیاد بخوابه زیرش طلاست. بله. هر چقدرم گشنم باشه یه تیکه از اون ورداره بفروشه به جهانی، میدونه آقا اونجا میتونه. این همه ماشین آورده بود از کجا آورده بود؟ الان این همه ماشین ول کرد افغانستان فرار کرد، اینا مال خود افغانستان بود. بله. پول خودشون بود. اومد علکی به بهونه یه شیشه شکون، خب بذار حداقل بگن آقا یه شیشه شکون نه. خدا لعنت کنه اشرف غنیو. بشما. در غور دارن حفاری کردن به صورت سری و مخفیانه. و افغانستان رو مترسد تجزیهش. اگر افغانستان تا الان کاری نتونستن بکنه که راه به بیرون نداره، موهات در خشکیه. خب اینا نیاز داره. همین در شورابک اینا یک پایگاه زدن. بچه شورابک بگن. شورابک آره. من در یکی از پایگاه تاکتیکی اونجا تصادفی وارد شدم و اینا متوجه نشدن آمریکایی اول. بعدا موجودن که سفیر ایران اونجا اومده در دوور. بعد در این شورابک اینا تحت عنوانی که دارن فرودگاه رو میبرن زیر زمین، اون زیر لیتیوم حفاری میکردن میبردن. عجب چیز. ببین این سنگ و منگ و این جواهرات و الماس و اینا رو بیخیال، لیتیوم از همه اینا مهمتره. من گفتم هم اول بچه برگردین عقب نگاه کنین، هم اولم گفتیم لیتیوم سنگا همه قیمتی به کنار، یه فرودگاه زیرزمینی زده از همونجا ور میداشته بار میکرده خداحافظ. عجب هرمزاده‌ای بوده. میگم کلا این آمریکایی‌ها هیچ وقت عاشق چشم ابروی کسی نیستن. البته مردمش کار نداره، اون سیاستمداراش همون کثیفن دیگه. اومدن اونجا کلپ افتاده بودن افغانستانو به. ببین مردمشون هم بهشون غالب کردن که آقا افغانستانی‌ها اینجوریان، ایرانی‌ها اونجوریان، عراقی‌ها اونجوریان. ایران تو ایران افغانستان میگن که آره اروپایی‌ها، اونایی که مهاجرن میگن که افغانستان ایران میری سر می‌برن. آره چه چیز مزخرفیه. بریم خونگم اینا آمریکایی‌ها میگه دو تریلیون دلار هزینه کردن، هر چی تونستن غارت کردن، به قول افغانی‌ها چور کردن بردن. چور کردن بردن. خودت هم گفتی یا گفتی اومدن اینجا این همه ماشین ماشین آوردن، موتر آوردن که بگن چی می‌خوایم مثلا اومدیم ازتون حفاظت کنیم، ولی پولش از عمر دو برابرش درآوردن. چند برد چور کرد رو آوردن در این وضعیت گذاشتن و میگن که فقیر دارن. شما اینا رو به این وضعیت انداختی، مردم افغانستان میتونن به همه دنیا صدقه بدن. چه حرفی زد. به خدا موهای تن من سیر شد. موهای تن من سیر شد بچه، واقعا میگم به کلی حاجی خیلی ها به کل جهان صدقه بدن. بعد همینجوری ساعته آخه عزگل اینا میتونن کل جهان رو صدقه بدن. بگم بیا آمریکا رو که اومده، کل آمریکا، قاره آمریکا رو بگه باشه گل برو گم شه از کره زمین بیرون، میخوام اینجا رو بخرم من. آره خدای خیلی ناراحت کننده. به خدا من اشکم در اومد این حرف رو زد. بریم یه همچین مردمی هستن. و چرا دارن شما کال کن نگاه کنید، این ماده اولیه پودر بچه است که در آمریکا استفاده میشه. بعد شما نگاه میکنید این رو دادن دست چی؟ دادن دست داعش. به داعشی ها گفتن شما اینجا این هم سرمایتون و شما برید اینو ما از طریق پاکستان میبریم آمریکا، بعد برید شما بمبگذاری کنید انتحار کنید. خیلی بازی کثیفشون روشنه که دارن چه کار میکنن مردم افغانستان. بعد جالبه میدونی که مبنای آمریکا این که گفته آقا من اومدم افغانستان، دولت افغانستان از من خواسته، دولت کثیف اشرف غنی از من خواسته که آقا یا دولت هایی که تحت پوشش همین آمریکا بودن از من خواسته آقا این باشه و اینکه من امنیت این کشور رو تامین کنم زیر زمین. من میرم طلا لیتیوم که لیتیوم اصلی ترینشه. وایسا ما کاری به اون ندارم. میدونم بالا اصلا اسم امنیت گذاشته، مثلا این پایین داره بابا اینم نیست امنیت گذاشته. داعش هی داشت انتحاری میزد، طالبان داشت هی بمب‌هجوم میکرد. من به صورت دارن تمسخر میگن، تمسخر آمریکا که میگه من بالا امنیت گذاشتم. امنیت چی؟ امنیت این که هر روز انتحاری بود ولی پایین داشت کار خودشو، چون مردمو گرفتار کرده بود. در دو صورت باخ بود. چون مردمو گرفتار انتحاری کرده بود، افکارشون گرفتار کرده بود، پایین داشت کار خودشو انجام. در دو صورت باخ دادن مردم افغانستان متاسفانه. بریم. به اعتقاد من امروز در بالاترین سطح هوشیاری هستن که میلیون هاشون در ایرانن. امروز دیگه فرق بین ایرانی افغانی نیست و آمریکایی خواهند دید که این مردمی که امروز در این سطح از شعور سیاسی و دریافت در واقع تکنیکی قرار گرفتن چه ها خواهند کرد.
دکتر با توجه به این که خب خیلی قشنگ گفت، این چیزی که ما افغان و ایران نداریم، اینا علاوه عقلی شعوری خیلی بالا، ببین چی کارا میکنن، جفتشون پیشرفت کردن دیگه، نمیذارن آمریکا انگلیس مثل تاریخ گذشته شیره سرشون بمالن، دیگه تموم شد، دیگه تموم شد، میایم جرتون میدیم. دوستان اگه دوست داشتید حتما قلب بذارید که بریم جرشون بدیم. بریم ادامه. کشور افغانستان همونطور که فرمودین کشور ثروتمندیه به لحاظ منابع. حالا با این وجود آمریکایی‌ها ظاهرا یه مبلغی هم از اینها بلوکه کردن، این مبلغ چقدر است و چرا؟ ببینید آمریکایی‌ها بالاخره از هر اهرمی سعی می‌کنن برای فشار به مردم افغانستان و حرکت دادن اونها روی اون نقشه راهبردیشون علیه منطقه و ایران استفاده کنن. خب الان مسئله طالبان اومده، طالبان منابع مالی نداره، بودجه یک ذخیره ارزی بانک مرکزی داشت در آمریکا به میزان 10 میلیارد دلار که این رو بلوکه کردن به بهانه‌ای که اینها ما به رسمیت نشناختیم این پول رو نمیدیم. اما به نوعی به رسمیت نشناخته طالبان، ولی اسلحه‌هاشو میذاره میره. نه میگه 10,000 فلان قد پول ما اینو بلوکه کردیم چون ما اینا نمیشستیم طالبانو. یک طرفن دیدیم اینا از همین 10 میلیارد هم نگذاشتن، 5 میلیاردش رو 10 میلیارد آقای بایدن اعلام کرد که میخوایم بدیم به قربانیان ماجرای 11 سپتامبر. چه ربطی داره به مردم افغانستان؟ یعنی اینا از هر طرفندی دارن استفاده میکنن که اینم به نظر من یه جنایت علیه بشریت باید باشه، چون الان یه چیزی در حدود میگن میلیون ها بچه یه زیر 7 سال گرسنه‌ن و نیاز به غذا و دارو دارن. آجی اینا چی خوردن انقدر حروم لقمه خدا وکیلی؟ تو مملکت تو داره آمریکا رو میگه آمریکا را. آره دیگه همون 10 میلیاردی که بلوکه کرده بود 5 میلیاردش رو بهانه کرد گفت میخوام بدم برای اونایی که آره 11 سپتامبر حادثه دیدن و اینا. یعنی مزخرف‌ترین کارهای ممکن رو انجام میدن اینا، اینقدر اینا پلشتن. بریم. بیش از 24 میلیون نفر نیازمند کمک فوری غذایی هستن. این اسم این یه نوع جنوساید دیگه، نم یه نوع جنایت علیه بشریت دیگه. چه جالبه دیدی؟ حالا غیر از اینکه این پول باید داده می‌شده مردم افغانستان، داده نشد، اومده خرج یه جای آتش‌خال شده. حالا ما میگیم آقا باش تو اصلا به مردم افغانستان هم ندادی، حداقل میادی به اون همه گشته که تو جهان هست، این همه کشور آفریقایی هستن گشتن. آره. باز اون پولا رو با اینکه میگم حق مردم افغانستان بوده، باز اون پولا رو تو آقا صدقه سر صدقه سر افغانستان میدی. بله میگفتی آقا افغانستان اصلا بهتون صدقه داده، همون حرفش صدقه. ولی این چه صدقه که تو غارت کردی؟ خودش غارت کرده، دست خودشه، میگه نه دیگه من صدقه به خودم برمیدارم اینو. کثیف. دمتون گرم بچه‌ها. اگه دوست داشتید داستانا رو ادامه بدیم حتما داخل کامنت ها به ما بگید و مرسی که تماشا کردید. لایک سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام در کلانش به خوبی تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.